سلام دوستان، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. میخوام در مورد یه داروی خیلی خاص صحبت بکنم، یه دارویی که برای افرادی که چربی خونشون بالاست، برای کسایی که مدتهای مدیدی پزشک معالجشون براشون یه سری قرصهای خوراکی رو تجویز کرده که معروفترینشون همون استاتین هاست، مثل آتورواستاتین، رازوواستاتین. اینها رو در واقع مدت زیادی مصرف میکنن ولی خب چربی خونشون کنترل نشده و ممکنه که ریسک فاکتورهایی داشته باشن که میتونه در واقع مشکلات قلبی عروقی یا حتی سکته مغزی رو به همراه داشته باشه. پس خیلی واجبه که با یک داروی خیلی خاصی که جدیداً وارد کشورمون شده چربی خونشون رو بتونن کنترل بکنن، که اسم این دارو اولوکوماب هست که نام برندش هم رپاتای که جدیداً وارد کشور شده. قبل اینکه در مورد مکانیسم مهیجش صحبت بکنم که اتفاقا خیلی جالبه، برای خود من واقعا جالب بود، اجازه بدین که یک مقدمه ای رو به خیلی اختصار در مورد چربی خون و درمان چربی خون صحبت بکنم. در واقع گایدلاین های جدید برای درمان چربی خون اومده در واقع چند تا سطر رو ترسیم کرده برای کسایی که ریسک فاکتور ندارن. حالا اصلا ریسک فاکتور چیه؟ ریسک فاکتور یعنی که یک شخص ممکنه مثلا دیابتی باشه، فشار خونش بالا باشه، برای آقایون بالای 45 سال، برای خانوما بالای 55 سال، برای کسایی که سیگار و دخانیات مصرف میکنن، همه اینا میشه ریسک فاکتور. برای کسایی که چربی مفیدشون که همون HDL خیلی پایینه، زیر مثلا 35، اینا همه میشه ریسک فاکتور. خب اگر کسی ریسک فاکتور نداشته باشه، گایدلاین ها میگه که اگر LDL خونشون تا 190 هم باشه مشکلی نداره، یعنی اینکه بالای 190 رو شروع میکنن به درمان و اولین درمانش هم همون استاتین ها مثل آتورواستاتین و رازوواستاتین هستش. ولی اگر که در واقع یک ریسک فاکتور داشته باشه، معمولا دیگه اینجا پزشک معالج دیگه خیلی ریسک نمیکنه و اگر که LDLش بالای 160 باشه و همینطور تریگلیسیریدش بالای 400 باشه، درمان رو با همون داروی خوراکی شروع میکنه. در مورد تریگلیسیرید هم بگم که معمولا حالا یک سری حالا داستانهای خاصی داره که حالا بزنین اجازه بدیم بعدا در موردش صحبت بکنم، حالا قاطی نشه. اگر کسی دو تا ریسک فاکتور داشته باشه، یعنی ریسک فاکتورهایی که عرض کردم دو به بالا باشه، اینها دیگه تا 130 مجاز هستن LDL خونشون رو نگه دارن و اگر 130 به بالا شد حتما باید دارو درمانی شروع کنن، یا همون تریگلیسیرید تا 300 دیگه براشون مجازه و اگه بالای 300 شد باید دارو درمانی رو شروع بکنن. حالا من اینجا یه اشاره به تریگلیسیرید بکنم. برای کسایی که LDL خون بالایی ندارن ولی تریگلیسیریدشون زیر 500 هست، این در واقع دارو درمانی براشون شروع نمیشه و از بالای 400 یا 500، حالا بر اساس رفرنس هایی که وجود داره، تازه اون موقع است که درمان شروع میشه، چون معمولا توی آزمایش می‌نویسه که مثلا حد اکثر 200. یه نفر میاد آزمایش رو نگاه میکنه می‌بینه مثلا 250، نگران میشه. این دیگه با تغییر رژیم غذایی، اون لایف استایل و در واقع سبک زندگیشه که پزشک متخصصش در واقع توصیه میکنه که اون تریگلیسیریدش رو بیاره پایین. خب حالا شما فرض کنید که یه نفر HDLش بالای 60 به عنوان یک چربی مفید، این یک ریسک فاکتور رو کم میکنه. مثلا اگه دو تا ریسک فاکتور داشته باشه، با HDL بالا میشه یه ریسک فاکتور، چون چربی مفیده و میره تو اون طبقه ای که تا 160 هم LDLش مجازه. خب حالا فرض کنید که یک نفر علیرغم اینکه لایف استایل خودش رو تغییر داد، یا اصلا نه موفق نشد تغییر بده، در کنارش هم داروهای خوراکی رو مصرف کرد سالیان سال و همچنان ریسک فاکتورهای بالایی داره ولی نتونست چربی خونش رو کنترل بکنه، اینجا پزشک متخصص در واقع مجازه که یک داروی جدیدی که وارد کشور شده رو تجویز بکنه. حالا این دارو چیه؟ این دارو به اسم اولوکوماب یا برند رپاتا، که حالا ممکنه که در سالهای آینده برندهای جدیدتری هم و برندهای متعددی هم وارد کشور بشه، ولی که اینکه چیزی که الان فعلا در کشور هست همون برند رپاتا هست با دوز 140 میلی گرم توی 1 ml که معمولا دو هفته یک بار تجویز میشه. گاهی پزشک در واقع تشخیص میده که دوز بالاتری رو بخواد تجویز بکنه، تا 420 میلی گرم هم میتونه تجویز بکنه ولی میشه ماهی یک بار. حالا چون توی کشور فقط دوز 140 میلی گرم هستش، اینجا دیگه در واقع بیمار باید 3 تا 140 میلی گرم که میشه 420 میلی گرم رو با هم تزریق بکنه، یعنی در واقع در حد اکثر 30 دقیقه این رو تزریق بکنه که در واقع همون ماهی یک بار بشه و در واقع کنترل چربیش رو به دست بگیره.
این دارو داروی سیفیه، البته خب برای یک سری از سنین مثلا 10 سال به پایین هنوز کار نشده، مطالعات بالینی کافی وجود نداره، برای خانم‌های شیرده، برای خانم‌های باردار هنوز مطالعات کافی برای ایمنی و سیفتیش انجام نشده، پس فعلا توصیه نمیشه. ولی با توجه به مکانیسم جالبی که داره برای افرادی که حالا توی حالت عادی هستن، باردار نیستن، شیرده نیستن یا سنای بالای 10 سال دارن، یک مکانیسم جالبی داره که میتونه در واقع خیلی قشنگ عمل بکنه. و به چه صورتی هستش؟ ببینید، سلولهای هپاتوسیت یا سلولای کبد رو در نظر بگیرید. در سطح این سلولا یه سری رسپتور وجود داره، یه سری گیرنده وجود داره و این از خون میاد LDL های یا همون چربی های مضر رو میگیره و وارد سلول میکنه، اونجا در واقع یه بلایی سرش میاره، حذفش میکنه، توی یه فرایندی ازش استفاده میکنه و اونجا خود رسپتور هم از بین میره، توی یه فرایند لیزوزومی اصطلاحا بهش میگن، این از بین میره. چرا از بین میره؟ چون وقتی که رسپتور در سطح سلول قرار داره، یک مولکولی میاد بهش متصل میشه، یعنی وقتی که LDL بهش چسبید یه مولکولی هم از کنار میاد بهش متصل میشه، اسم این مولکول PCSK9 هستش. حالا کارش چیه؟ وقتی که در واقع متصل شد و این کمپلکس رسپتور یا همون گیرنده به اضافه LDL به اضافه اون مولکول PCSK9 وارد سلول شد، اون مولکول PCSK9 باعث میشه که این رسپتور از بین بره. ولی موقعی که ما بیا یک دارویی رو طراحی بکنیم که همین اولوکوماب هست، این میاد به اون PCSK9 متصل میشه و غیر فعالش میکنه، یعنی از چرخه خارجش میکنه، اجازه نمیده که به رسپتور متصل بشه. و به خاطر همین وقتی که LDL به رسپتور متصل شد، بدون اون مولکول PCSK9 وارد هپاتوسیت میشه، وارد سلول کبدی میشه و وقتی که در واقع LDL جدا میشه از رسپتور، رسپتور مجدداً میاد و در سطح سلول کبدی بیان میشه، یعنی در واقع دوباره آماده میشه برای اینکه LDL های بیشتری رو از سطح خون جمع بکنه و وارد هپاتوسیت بشه. به خاطر همین بهتر میتونه در واقع چربی خون رو کنترل بکنه، LDL های مضر رو از سطح خون جمع بکنه و در واقع درمان رو به یه حد خوبی برسونه. خب به هر ترتیب چربی مضر بسیار خطرناکه برای کسایی که مستعد آتروسکلروزیس هستن، تسلل شرائین دارن، میتونه پلاک های آترومی خطرناکی رو توی عروق کوچیک به وجود بیاره، حالا توی قلب، توی عروق کرونری، و همین میشه که باعث سکته قلبی و سکته مغزی میشه، مشکلات خاص ایسکمیک میشه. پس نتیجتا دارو درمانی توی کسایی که چربی خون بالایی دارن بسیار مفید هستش و این داروی جدید میتونه کمک بسیار خوبی رو برای این دسته از بیماران بکنه.